دوستان گرامی بیننده، درودهای فراوان بر شما. این قسمت سوم برنامه چه کسی برای اولین بار کره‌های جغرافیایی فارسی را در ایران تهیه کرده است که دو تا برنامه قبلیش رو در دو برنامه کوتاه درست کردم و این هم برنامه کوتاهی خواهد بود. این قسمت سومه و در این قسمت هم بازی مدارک دیگه ارائه می کنم که من اولین کسی بودم که کره ها رو درست کردم در ایران. من بنیانگذار سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی ملی ایران در ایران بودم. بعد از مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی صحاب، قبل از هر چیز باید اینجا باز دوباره تأکید کنم آقای صاحب رو، این مرحوم رو، من براش احترام بسیاری قائل بوده و هستم. ایشون بنیانگذار جغرافیایی و کارتوگرافی در ایران بوده، در این شکی نیست. من نمیخوام این ادعا رو کرده باشم و ایشون زحمات زیادی کشیده در این کار تا آخر عمرش. من تقریبا از نیمه های عمر دیگه خودم رو بازنشسته کردم و بنابراین ایشون بیشتر در این زمینه کار کرد. اما برای اینکه با تاریخ صنایع کشورمون یک مسئله رو روشن کنیم، این برنامه ها رو من درست کردم که کره جغرافیایی فارسی رو در ایران برای اولین بار هم در مؤسسه صحاب، هم بعد که آمدم و خودم تمام قطعات رو در ایران ساختم، من ساختم. در مؤسسه صحاب فقط ما در برنامه های قبل توضیح دادم، دیگه نمیخوام وقت دوستان عزیز رو بگیرم، فقط یک متن فارسی درست کردیم فرستادیم آلمان که در آلمان کره درست شد و اومد ایران، یعنی در ایران ساخته نشد. این باید کاملا برای صنایع آموزشی کشور ما در تاریخش برای تاریخ این روشن باشه. اما یه مقداری از ساخت کره رو برای اون دوستایی که ندیدن به صورت مختصر، اونی که قبلا نشون داده شده بود رو خلاصه کردم. به طور خلاصه تماشا کنید، باز برمیگردم.
بله، ملاحظه کردید که کار چندان مشکلی نیست واقعا. یه کره‌هایی درست شده و پرس شده با پلاستیک، روی اون این دوتا رو به هم چسبوندیم، دوتا کاسه رو به هم چسبوندیم و روی این قطعات رو 12 قطعه رو کنارم کنارم چسبوندیم. ساختش همچین مشکل نبود. اما اندازه‌گیری این بسیار بسیار دقیق بود، تا 1/10 میلیمتر نمی باعث اشتباه می شد و الا اینا یا روی هم می اومدن یا بینشون فاصله می افتاد این قطعات. حالا این رو من باید اینجا برای دوستان عزیزم روشن کنم. قبل از اینکه من این کره ها رو بسازم، بعد از اینکه از مؤسسه صاحب جدا شده بودم و شرکت خودم رو بنیان گذاری کرده بودم، کره هایی که من می ساختم به صورت دو تا نیم کاسه بود که پرس می شد با پرس. پرسش هم الان یادم هستش دقیقاً آقای بمان فروغی در خانه خودش با یه آقای دیگه اینا رو پرس میکردن، یعنی رویه ها رو من درست میکردم و میدادم و تمام این چیزای پرس و اینا در منزلشون، به علتی که جا من شرکتم زیاد نداشتم نمیتونستم اینا رو انبار بکنم، اونجا برای من تولید میکردم میآوردن. یعنی آقای بمان فروغی در این کار زحمت کشیدن، ایشون هم اسمشون باید اینجا برده بشه. حضورتون عرض کنم اما این کار یه مشکلی داشت و مشکلش این بود، دو تا کاسه هایی که پرس میشد میومدن بغل هم، دور این خط استوای این مجبور بودیم یه نواری بچسبونیم که روی این دو تا تیکه‌ای که اومده بغل هم بوده چاکش دیده نشه و این یک ضایعه‌ای بود، تقریبا زیاد جالب نبود که در قسمت استوا چیزهایی هستش که پوشونده میشه دیده نمیشه. بنابراین بعد من اومدم روی اون 12 تیکه‌ای که این باشه که 12 تا قطعه رو کنار هم چسبوندیم که اینجوری چسبونده میشد و خط استوا و هیچ چیزی نبود، فقط بالا و پایینش دوتا گردی کوچولو در قطب شمال و قطب جنوب ما میذاشتیم. و اما بیایم سر یه سری از مدارکی که باید خدمتون ارائه بدم. نمایشگاه صنایع وسایل آموزشی در دانشگاه تهران، در سالن کتابخانه دانشگاه تهران برقرار شد توسط آقای کاشفیان که ایشون یکی از معاونین ارشد آقای پهلوی وزیر فرهنگ اون زمان بودن و نمایشگاه بسیار جالبی بود در دانشگاه تهران که من متاسفانه نه فیلمی از اون دارم نه چیزی دارم، فقط یک دونه بروشوری که درست شده بود و توی اون بروشور، توی صفحه بروشور که هر کدوم از این شرکت‌های وسایل آموزشی که تمامشون از خارج وارد می‌کردن، مولاژها بودش که وارد می‌کردن، پروژکتورهای اوورهد بود، تمام چیزهایی که در آزمایشگاه ازش استفاده میشه، به هر صورت پیپت، بورت، نمیدونم خیلی چیزهای دیگه که توی آزمایشگاه هست، اینا رو همه رو از خارج وارد میکردن. من تنها کسی بودم که تمام چیزهایی که درست کرده بودم، از پوسترهای تشریح، نقشه‌های جغرافیایی، کره‌های جغرافیایی، کتاب‌های آموزشی بچه‌ها، تمام اینا که تهیه، همش در ایران درست شده بود و برای اینم من اول از در که وارد می شدن می اومدن تو اولین غرفه من بودم و افتتاحشم با آقای هویدا بود. آقای هویدا اومدن افتتاح کردن و یه مقداری هم با هم صحبت کردیم که حالا بماند. این صحبت های ما با آقای هویدا باعث شد که من برای سینجیم به ساواک کشیده بشم. ولی خوشبختانه من اولا بچه‌ای بودم که بسیار شجاع بودم، از هیچی نمیترسیدم، حرفامو میزدم، حالا چی گفتم چی نگفتم اونا بماند، چون مربوط به برنامه ما نیست. از این بگذریم، باز این نمایشگاه به قدری موفق بود و خوب بود که همین آقای کاشفیان
باز از طرف آقای پهلوی وزیر فرهنگ و هنر بود، اجرا شد در خانه جوانان روبروی حسینیه ارشاد در خیابان جاده قدیم شمیران. در اونجا الان تصاویرش رو شما میبینید که آقای هویدا اومده افتتاح کرده و واسط با منم خیلی صحبت کرد، ولی این دفعه خیلی با وجودی که او خیلی صحبت میکرد من سعی میکردم که خیلی ساکت باشم، بیشتر به این بلی یا نه بسنده میکردم، نبادا که دوباره این زبان سرخ سر سبز رو بده به عرباد و به سواه کشیده بشم. باری به هر جد اونجا به خیر گذشتش، اما خب بارهای دیگه ای بوده که باز به اونجا کشیده شدم، من کاری نداریم. اینجا باز من تصاویری نشون میدم از رویهی که کره دوتا کاسهی که پرس میشد رو نشون میدم بهتون، این رو ببینید. و همچنین رویهی که من خودم همشو محاسبه کرده بودم و درست کرده بودم و روی این کره ها کشیده میشد، روی این کره ها کشیده میشد، این رو هم بهتون نشون میدم، ملاحظه بفرمایید ببینید. بله اینم اون هست و چند تا هم از عکس هایی هستش که من در شرکت بودم و در سازمان جغرافیایی خودم به اصطلاح. روزنامه رسمی رو به شما نشون میدم ببینید، این روزنامه رسمیه که اسم من اینجا هست و این ثبت شده بوده و این هم بعد از 10 سال که من کار کرده بودم از طرف نمیدونم چی برام زده شد، خواستن که آقا شما سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی ملی ایران چرا گذاشتین؟ گفتم آقا اینو ثبت شده است. گفتن خب این دستور شما، برین عوضش کنین. آقا ضرر میکنیم، ما کلی سرکاغذام و تمام کسانی که ما رو میشناسن همه اینا. آقا شما بفرمایید دیگه صحبت نکنید. چشم، منم صحبت نمیکنم. رفتیم و دوباره به اداره ثبت شرکت ها و اسم رو عوض کردیم، تازه همه این مقالاتش هم عجیبمون باید بپردازیم و کردیمش شرکت جغرافیایی و کارتوگرافی ایران، که باز این شرکت کارتوگرافی و شرکت جغرافیایی و کارتوگرافی ایران هم باز در یه زمان دیگه تبدیل شد به درخشان. یعنی همینطوری وقتی من عرض میکنم خدمتون که هر کسی که خواست کار بکنه براش کارشکنی میکنن، توجه داشته باشید. به هر صورت اینه دیگه زندگی، این آدم باید بیسته مقاوم باشه تا یک کاری رو بکنه. همونطور که الان امروز در ایران خیلی هستن که ایستادند، هستن خانوم ها و آقایونی که از صمیم قلب با مهری که به ایران دارن، اون مهری واقعی که به ایران دارن واسدن و دارن کار میکنن و ایران رو به پیش ببرن. ملت ایران و خاک ایران، سرزمین ایران، این باید حفظ بشه. به طور کلی از خانواده خودم که همشون کار کردن هم سپاسگزار هستم که بدون کمک دوستانی که همکار من بودن و خانواده خودم این کارها امکان پذیر نبود. اینها باعث شدند که امروز من افتخار بکنم که در ایران کارخونه های کرسازی هستند و خودشون دارن درست میکنن، متکی نیستیم که از خارج برای ما بسازن بدن، و خیلی چیزهای دیگه که امروز همه دارن میسازن. با شما به درود میگم، شاد و سربلند باشید، جاوید باشه ایران.